Kješ mera šabat. الیش مرنی شبات دیگر رو در پیش داریم باروخ هشم با پشتیبانی شبات زخوت شبات هفته جدید رو شروع میکنیم و بزرعت هشم هفته قدیم رو پایان میدیم. چه میدونی بهتر از میدون شبات که ما را از یک هفته به هفته دیگه انتقال بده. بهترین پلی که میتونه شخص استفاده بکنه که از یک جاده به جاده دیگه بره، پل شباته. با زخوتش، با برخاییش، با اون سوختگیری، با اون انرژی که به ما میده، با اون قدوسیت و پاکی، با امید و امونایی که در ما پدید میاره، میتونیم رفع خستگی، رفع افسردگی، رفع هر نوع ضعف و ناتوانی بکنیم و بذرت هشم با ایمان قوی، امیدی سرشار به هفته جدید بپیوندیم. پس تا اونجایی که میتونیم کمال استفاده رو از ساعات شبات و غذای شبات و تفیلای شبات بکنیم، چون وسط هفته گیرمون نمیاد. تو جاده ها بعد از چند کیلومتر رانندگی تازه یک مغازه های پیدا میکنه طرف که آب، نون، باتری، هر چیزی که میخواد رو میخره، چون میدونه وسط راه گیرش نمیاد. همینطورم شبات مین علام ابا، شبات یک الگوی نمونه از علام ابا مملو از انرژی های معنوی و روحانی که در علام حزه یافت نمیشه. و به شاد تو خداوند هر هفته یک بار این مغازه‌های روحانی رو سر راه ما قرار میده، چشمه‌های روحانی شبات، که بتونیم وسط راه وسط هفته در تأمین باشیم که دیگه به بی امونایی بر نخوریم. یه بار بنزین کم بیاریم، باتری کم بیاریم، غذا کم بیاریم. از همون اول هفته خداوند روز شبات ما رو کاملا تغذیه میکنه که توشه راه خودمون رو پر بکنیم از هر نوع قدوسیت و پاکی، مخصوصا شمیرا کیش مرا شبات، از هر نوع پروتکشن و حمایتی که حمایت خداوند رو در طول راه تا شبات بعد همراه خودمون بکنیم. پس بیایید تا اونجایی که میتونیم اتفاقا یه دلیلی پیدا بکنیم که شبات رو بهتر نگه داریم، نه اینکه یه بهانه بیاریم که خودمون رو معاف بکنیم. هر چقدر بگیم خستم، نمیتونم، بخوایم تو ماشین بشینیم، نریم یه توک پا این مغازه‌ای که سر راهه رو نظری بدیم، چیزی بگیریم، خودمون وسط راه یک بار میبینیم اه کاش که اونجا دستشویی بود میرفتم، کاش که اونجا خرید بود میخریدم، کاش که بنزین بود میزدم. ما هر چقدر که ما برای خودمون دلیل بیاریم، ولی هنوز سنگینی راه یا خطر راه بیشتره. پس همت به خرج بدیم، به عزت هشم، مخصوصا به یاری حق که خداوندم خودش در این موضوعه میخواد ما رو تشویق بکنه، کمکمون میکنه، که خودش هم داره استراحت میکنه، ما هم استراحت بکنیم. شعبت و اینافش تا اونجایی که میتونیم ذخیره گیری بکنیم، سوخت گیری، که به ذات هشم بتونیم هفته خوبی رو در پیش داشته باشیم. بیایم به بحث هفتگیمون هلاخوت شبات، که ببینیم از چه دری، از چه پنجره‌ای میتونیم زخوت شبات رو و این همه بزرگی و عظمت شبات رو به زندگیمون راه بدیم. که آیا همینجوری با لباس خوب پوشیدن و با غذای خوب خوردن و با دوستا احوال پرسی کردن شباتمون رو نگه داشتیم؟ ببینیم چطور
بیشتر میتونیم از شباتمون کمال استفاده رو بکنیم که به خوبی زخوت شبات همراه هم باشه و تمام جواب هامون و آزمایشاتمون، تمام راه هامون به مثبت و به خوبی و مبارکی ختم میشه. شروع امروز همونطور که گفتم این هفته رو وقف میکنیم، سپانسر شده از طرف خانواده مردخای بن اولین، سلامتیشون عاقبت بخیری، سایشون باشه به خوبی 120 سال طول عمر. همچنین مادر بزرگی در تماس بود، میگفت نوش که سن کوچیکی برداشته باشه در کماس، به عنوان اسمشون که هشم سلامتی کامل بهشون بده و بزرت هشم خبر خوششم هر چه زودتر به ما بدن که خدا شکر همه چی به خیر گذشت و به خوبی سلامتی ادامه دار. مزال حیاتو و بدحد و رفاه شلما رفاه تنویش رفاه حقوف و در هر اقصا نقاط دنیا هر کسی میخواد میتونه نیت بکنه که بزرت هشم از این چشمه تورا برنامه های کلاس های تلویزیونی و تلفنی که داریم میتونه خودش رو شریک بکنه. 52 دلار torahelp.com با لینک torahelp.com میتونن پرداخت بکنن و بزرت هشم که خداوند با بازوی افراشته به حوز گیاد افضرو و نتویا با افتخار و سربلندی میاد ما رو از این شراکتمون با تورا و زخوت جهانی کلاس های تورا بهرمند میکنه و خوشحال میکنه. میام سر هلاخوت شبات ببینیم چه شیری، چه ففاره از شبات رو این هفته میتونیم بر خودمون باز بکنیم که بتونیم از براخای شبات هم چکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. یکی از تفیلهایی که ما روز شبات داریم به نام موسافه. موساف، موساف یعنی اضافه، علایده، اکسترا. و چون در روز شبات در بیت المقدس قربان موساف می آوردن، قربانی اضافه می آوردن، جدا از قربانی تامید، قربان تامید مال صبح و عصر، یک قربانی اضافه می آوردن در روز شبات، در روز روش خودش، در روز یوم تو. پس چون این قربانی های اضافه موساف رو می آوردن، ما هم یه تفیلای اضافه به نام موساف در این ایام خوب مانند شبات و یوم تو و روش خودش یا شالوش رگالیم یا روز کیپور و روش هشانه داریم. پشت همین حق به شبات چلیفن روش خودش لوارخ تحودش احد کریت تورا، رسم که قبل از موساف در هر شباتی که شبات مبارخین قبل از روش خودش واقع میشه، ما ماه جدید رو اعلام میکنیم پیشا پیش که چه روزی در هفته روش خودش خواهد بود، اول ماه جدید خواهد بود. و اینو کی انجام میدن؟ بعد از قریت تورا، بعد از اینکه تورا رو خوندن، قبل از موساف. و یش مکمات شنگول لحزگیر تمولاد اخ این منها کل سفاراده من لحزگیر علمولاد و مخلزیم لخوداشیم ملوت خودشه تیشه. و تنها ماهی که ما اعلان میکنیم که در پیشه ماه تشریه، چون اول سال روش هشانه است و دیگه همه اون رو پیشا پیش از ماه الول در انتظار هستم. او به شبات هست مخال تانیت، همینطورم شباتی که قبل از تانیت هست، مانند این شبات ما سه‌شنبه از سراب تیوت تانیت تیوت داریم، دهم تیوت یا شبات قبل از شیوا سار به تموز، قبل از ایام نوی 17 تموز،
شبات قبل از تعنیت، همچنین بعد از تورات و قبل از مصاف، این ماجرا یا این موضوعی که در هفته داریم رو اعلام میکنیم پیشا پیش که آقایان سه‌شنبه تعنیت عصرا به توته و همچنین 17 تموز. چرا فقط این دوتا تعنیت؟ مگر ما تعنیت تیشا باف نداریم؟ مگر تعنیت کیپور نداریم؟ مگر تعنیت پوریم نداریم؟ چرا فقط این دوتا تعنیت را اعلام میکنن؟ چون اون بقیه تعنیت ها مانند نوعی تیشا باف، نهم آب، انقدر برای افراد مهمه که همه با خبرن. از تعنیت 17 تموز دیگه همه میدونن که تو این ایام 21 روز 3 هفته تعنیت نوعی، تعنیت نهم آب در پیشه. همینطور هم تعنیت پوریم رو دیگه با خود مگیلا که قراره چه روزی مگیلا و پوریم رو برگزار بکنیم همه میدونن. همینطور هم کیپور انقدر دیگه مهمه که صد البته همه میدونن بعد از روش هاشانا چه روزی تعنیت کیپوره. همچنین سوم گدالیا که روز بعد از روش هاشاناست. پس تنها تعنیت هایی که یک ذره احتیاج به یاداوری داره، چون بعد از چند وقت ما خوردیم با زور به این تعنیت ها، یکی دهم تبته و یکی 17 تموزه. ولی هنوزم هشال یخس بور مخرز لفنه مصاف الحسام شحال بیون فلونی، که هشال یخس بور اعلام میکنه که فلان روز هفته تعنید اول شهر تعنید الان مخرز، ولی بقیه تعنید ها رو رسم نیست که اعلام بکنن. میپنش هم یه دویم فرسامیم، چون انقدر اهمیتشون برای همه والاست که همه با خبرن میدونن. و اشکنازی هم مخلیزی مرشون سون به تن شباد. اشکنازی ها تنید مینهاگشون اینه که رو هیچ برای هیچ تنیدی اعلام یاداوری نمی کنن روز شباد. ولی ما سفاردی ها برای این دوتا تنید میکنیم. زمن تفلت مصاف هم میاد آخر تفلت شهرید. آیا زمان مصاف از چه موقعی شروع میشه؟ right away، فوراً بعد از تفلای شخرید. یعنی به معنی از اینکه شخص تفلای شخرید رو خوند، تفلای مصاف و پیوست میتونه شروع بکنه. و این احرای و ترمعد صبح شب شهاد محیان و سعی کنه که زیاد دیر شروع نکنه، به عقب نندازه، دیلی و یا تأخیری پدید نیاره تو خوندن مصاف که دیگه بذاره وسط زور. میگه مکسیمم دیگه سعی کنه تا قبل از ساعت هفتم از روز مصاف رو شروع بکنه. مثلا بگیم روز معمولی 6 صبح طلوع، 6 عصر غروبه. پس ما 12 ساعت در روز داریم، 12 ساعت در شب روز معمولی. حالا 7 ساعت از روز گذشته میشه ساعت 1، 6 طلوع 7 ساعت هم اضافه کنه میشه 1 بعد از ظهر. میگه سعی کنه که دیگه از یک به بعد، یعنی ساعت هفتم به بعد، دیگه مصاف رو نخونه، یعنی طولش نده، عقب نندازه. ولی صد البته اگه دو سه هم شد هنوز میخونن، اما چه بهتر که تو هم 7 ساعت اول روز مصاف رو بخونن. به این آور هیام علتش لعره. و اگر مصاف رو کسی از دست داد دیگه نمیتونه در شب مثلا مین اروید رو دوبار بخونه. شحریت رو ما داریم، اگر کسی از دست داد میتونه مینخا رو دوبار بخونه. مینخا رو از دست داد میتونه اروید رو دوبار بخونه. اروید رو از دست داد میتونه شحریت روز بعد رو دوبار بخونه. بهش میگن تشلومین، که جبران میکنه، میکاپ میکنه برای اون چیزی که نخونده. اما مصاف این لا تشلومی، هیچ نوع حالت میکاپ یا جبران و یا بازگشتی نداره. اگر نخوند دیگه از دست داد.
و جالب اینجاست که ما در میشنا مسخت براخود میگه چی؟ که ما از نظر زمان تفیلوت زمانهای مختلفی داریم. مثلا بگیم این 6 صبح 6 AM، اینم بگیم 6 PM غروب، طلوع صبح 6 صبح، بگیم شبم 6 شب 6 تا 6، درست؟ حالا از نظر تفیلای بگرتو شحریت که صبح تفیلای شحریت، تفیلای صبح، منظور ما از شحریت یعنی منظور عمیدا لحش شحریت. دیگه دیرترین موقعی که میشه خوند که تا ساعت 4 دیگه خوبه که لحش شحریت رو خونده باشه. از نظر مینها چطور؟ از نظر مینها دو تا ما مینها داریم، یکی مینها گدولا یعنی مینهای بزرگ و یکی هم کتنا کوچک. مینها گدولا نیم ساعت بعد از نیمه روز، معلومه نیمه روز یعنی 6 ساعت بعد از صبح که میشه 12، درسته؟ نیم ساعت بعدش میشه 12:30. پس 6 ساعت و نیم بعد از صبح مینها گدولا رو میشه خوند. از همین شباتا که مثلا روزای زمستان روزای کوتاهیه دیگه، تا ما تفیلای موساف رو براخوا بکنیم دیگه ساعت 11:30 یا ساعت 12 است. اگر نیم ساعت از نیمه روز گذشته میتونن مینخام پشت سرش بخونن، که میخونن خیلی از کنیسا، چون الان نیمه روز تقریبا شده 11:30، 11:40. شما نیم ساعت هم بهش اضافه کن میشه 12:10. پس اگر کسی تا 12:10 فردا کنیسا روز شبات کنیسا بود، میتونه حتی مینخا شبات هم پشت سر تفیلا بخونه. این مینخا گدولا. مینخا کتنا چقدر؟ مینخا کتنا 9:30 از روز، زمانه مینها کتنا که میدونه چیکار بکنه، شروع بکنه. حالا اگه شخریت رو میز کردن، دیر رفتن کنسا، شخریت رو میز کردن، میتونن مصابه بخونن بدون شخریت؟ الان میرسیم، very good، الان میرسیم. پس شخریت شد 6 صبح که طلوع میشه شروع کرد، تا 4 ساعت بعدش هم خوند. مینها گدولا را 6 ساعت و نیم بعد از روز میشه خوند، مینها کتنا را 9 ساعت و نیم بعدش، عربیت هم که دیگه شب، موقعی که دیگه عربیت شب بشه میشه خوند. آیا میشه عربیت رو زودتری خوند؟ بله، از پلک همین خواه. پلک همین خواه چه موقعیه؟ پلک همین خواه بین مینها کتنا و غروب، از 9:30 تا آخر ساعت 12 ساعت، گفتیم روز 12 ساعته، از 9:30 تا 12 چند ساعته؟ 2:30. ما 2:30 مونده به غروب مینخا کتنا رو شروع میکنیم، درسته؟ این 2:30 رو اگه شما تقسیم به 2 بکنیم میشه 1:30. یک ساعت و ربع بهش میگن پلگ، یعنی نصف پلگ هم مینخا، یعنی نصف زمان مینخا. شما از پلگ هم مینخا میتونین عربیتو شروع بکنید.
به هم دلیل ما شمع شبات رو هنوز غروب نشده روشن میکنیم. چرا؟ چون تو یک ساعت و ربع فاصله بین قبل از غروبه. چون تو یک ساعت و ربع قبل از غروب مثل خود غروب به حساب میاد. همین میسواهایی که شما در شب انجام میدین و میتونین یک ساعت و ربع زودتر انجام بدید اگر موقعیت اضطراریه. مثل شمای خنوکا که ما عصرای جمعه هنوز غروب نشده روشن میکنیم قبل از شبات، چون تو شبات که نمیتونیم روشن بکنیم که، ولی چقدر زودتر میتونیم شروع بکنیم؟ پلگ همین خواهد. یا مثلا شم شبات یا قدوش، قدوش یوم تور وسط تابستون، روزا بلنده، ساعت 9 تازه غروب میشه. میخواییم زودتر عربیت بخونیم، زودتر موقعی که میتونیم عربیت بخونیم چیه؟ از پلک همین خواه، از یک ساعت رو قبل از غروب. زودتر موقعی که میتونیم قدوش یوم تور یا قدوش شب شبات رو بگیم، یک ساعت رو قبل از غروب، پلک همین خواه. اما مصاف چی؟ زمان مصاف که راستشو بخواید زمان مصاف شما چی فهمیدی؟ زمان مصاف تمام روز شما میتونی مصاف بخونی، تمام روز، تمام 12 ساعت روز شما میتونی مصاف بخونی. یعنی قبل از چی؟ همیشه مصاف قبل از مینخاست. تمام 12 ساعت روز رو شما میتونید چیکار بکنید؟ مصاف بخونید. پس شما شخریت رو ساعت بگیم 7 برخا کردید، میتونید ساعت 7:01 مصاف بخونید. شخریت رو بگیم شما ساعت 10 برخا کردید، ولی تا عصرها جمع کردید، تا همه اینا شد ساعت 1 میتونید مصاف بخونید. تا یه جایی رسیدی که اصلا مینیان باشن، ساعت 3 میتونی مینخا مصاف بخونی. زمان مصاف تمام روزه. اما بهترین موقع مصاف خوندن چه موقعیه؟ تو 7 ساعت اول. به هم دلیل روزای کیپور که شحره طول میکشه، کریات تورا خوندن تورا هم طول میکشه، ما مصاف چه موقعی تازه میخوایم شروع بکنیم؟ 2 بعد از ظهر. 2 بعد از ظهر یعنی چقدر؟ یعنی 8 ساعت از روز گذشته. اوه 8 ساعت از روز گذشته. بعد طبق تصافت توی مسخت برا خود سوال میکنه، میگه اجازه بده ما 8 ساعت از روز گذشته 2 تا تفیلا رو واجب شده، یکی تفیلای مصاف و یکی تفیلای مینخا، چون گفتیم مینخا از 6 ساعت و نیم از روز دیگه مینخا گدولا رو میتونیم بخونیم. کدومش رو بخونیم؟ مینخا رو یا مصاف رو؟ مصاف رو شما میتونیسی از صبح هم بخونیم، ولی الان شروع مینخا شده. شما موقعی که 2 تا قبض براتون میاد، یکی ماه جدید یکی ماه قبل، شما کدوم قبض رو اول میدی؟ مال این ماه رو که تازه است یا ماه قبل رو که قدیمه تازه روش بهره هم رفته، لید چارج رفته؟ ماه قبل. آه شما هیچ کدوم رو میدی. آه اوکی. ولی کلن در حلاخا میگیم تادیر و شینو تادیر تادیر کدم، چیزی که معموله با چیزی که غیر معموله، اون معمول رو اول شما میپردازی بعد غیر معمول. اول تفیلایی که الان معموله و موقعشه که مینخاست رو شما میخونیم، بعد تفیلایی که اومده
تو مرز ما. موساف که نخوندین، پس نه تو صافت میگه رادشا بخوای، حالا که دیگه طول کشید دیر خوندیم، هنوز نخوندیم موسافو و به ساعت 2 بعد از ظهر هشتمین ساعت رسیدی، دیگه اومدی تو مرز منخا گدولا. اول منخا رو بخون بعدش موسا. اما میدونیم که هلاخا این چنین نیست. هلاخا شما اول با اینکه دیر شده موساف رو میخونیم، بعد منخا رو میخونیم. پس همونطور که گفتیم موساف شبات بهترین موقعش تو 7 ساعت اول روز دادم تفیلای موساف رو برگزار بکنه و این در واقع یک بونسی که خداوند به ما داده که از هفته تفیلات فرق بکنه که فقط شحرتون مینها نباشه، قربان تامید شل شحر و بنرباییم قربانی صبح و عصر نباشه که همیشه گیه تامیده. یک بونس، یک حالت موقعیت بهتر بیشتری بهت میدم که بخوای یه قربانی دیگه هم بیاری، یه نزدیکی هم پدید بیاری، یه میسوای دیگه هم بکنی، تفیلای موساف رو که اضافه است رو انجام بده. حالا حرام میفرماد کل یحید حیابلید پلل موساف، تفیلای موساف درسته که ما با جماعت و با مینیان میخونیم، ولی مانند هر تفیلای دیگه اگر مینیان نبود و یحید تنها بود هنوز باید بخونه. بن ایم یش سیبور با ایر، بن ایم ایش سیبور با ایر، چه جماعت تو شهر باشن یا نباشن، چه مینیان داشته باشه نداشته باشه، هنوز باید تفیلای موساف هرمون شخص حتی تنهایی هم بخونه. شعب شهید پاچتی تفیلت مصاب نکنک نگد قربان مصاب میکل ما کم حوود یحیدهی، با اینکه قربانی مصاب داریم ما جایگزین میشه با تفیلای مصاب، ولی هنوز وظیفه شخصیه که هر کسی تفیلای مصاب رو بخونه. مخنخیم تکتنیم شهیدی و لخینوخ لیتپلل مصاب، حتی بچه های کوچیک هم رو ما تعلیم میدیم، تمرین میدیم از کوچیکی که تفیلای موساف رو بخونن. شگم میشه لحگی لگیل اثار اسریم شانا حیاب تفیلای موساف، چون حتی کسی هم که به سن 20 ساله نرسیده هنوز خیابه که چی؟ موساف بخونه. بگم رشای لعمود که شلیخ سیبور به موساف و همچنین موظفه یا میتونه مجاز همچنین به عنوان شالیخ سیبور خزان بشه برای موساف، چون اگر اونایی که یادشونه در ایران رسم بود کهنی که مجرد بود تفیلای موساف دخان نمیره، یا خزانی که مجرد بود برای موساف خزان نمیشد. حالا میفهمم که هنوز مجازه، هم خزان مجرد میتونه خزان بشه برای موساف و هم کهن مجرد میتونه برای موساف چی بشه؟ دخان بره. و نمیگیم این مجرده یا موساف انقدر مقامش بالاست که این نمیتونه یا نباید. ادامه میده حرام قدم تفیلت موساف نهگیم لومر اشری یوشوه بتخا و حسی کدیش، قبل از تفیلای موساف رسمی که اشری یوشوه میخونن و قدیش نصف قدیش و این رو سیم لکایم دراشت حراب قدم تفیلت موساف نخون شعراوی دروش اخر سیوم افتارا قدم امیراد اشری. و اگر میخوان راب دیوری تورا بگه صبح شبات، خوبه که بعد از هفتارا بگه قبل از اینکه عشره یشوه رو شروع بکنن. به این حد دراشه اتکایمت اخری عشره این سرخ لغزور منمار عشره لیفنه تفیلت موساف. و اگر بعد از عشره یشوه هارا دیوریتورا گفت
لازم نیست که بعد از دیوره تورای هارا بازوری اشری و شوه دیگه بخونن و بعد مصاف رو شروع بکنن. هنوز وقفه به حساب نمیاد. میرسیم سر سوال اصلی که همه منتظر بودید، اون چیه؟ که آیا خانم ها هم موظف به تفیلای مصاف هستن یا نه؟ چون ما میدونیم هر مصافی که زمان معینی داره، هر روزه 24 ساعت نیست یا همیشگی نیست، خانوما پاتورن. مصفت استش از من گراما. آیا مصاف هم جز و اون مصفایی اصه مصبت امر که فقط هفته یه بار میاد و زمان معینی داره است که خانوما پاتورن؟ بله. ناشیم پتروت میتفیلت هم مصافین شل شباتوت و یامیم تویم راشه خداشیم. خانم ها از تفیلای مصاف شبات و یومتو و روش خودش پاتورن. و تو شیش مو اتحت تفیلان می پیش علیق سبور. و خوبه که تفیلای مصاف رو از دهان خزان گوش کنن، فالو بکنن. و می کل مکن این می تپللول مصاف. ولی اگر خانم های هستن که تفیلای مصاف هم می خونن، این لیم حد بیادان جلوشون رو لازم نیست بگیریم. شین لیم علمه شیش لحن علمه شیست مخو، چون هستن عقایدی که اونها رو حمایت میکنن و مجاز میدونن. اول لخط خیلال یش لحروز لحن شلیت ولی مصاب. اما اگر آمدن پرسیدن بگیم بر خانم ها تفل مصاب واجب نیست. و یش میشه اومر شهر کل پانیم خیابود لیت ولی مصاب شد روشه شنا و یامکی پوریم. ولی هنوز با این حال عقیده هست که میگه تفیلای مصاف روش هاشانه و یوم کیپوریم رو خوبه که بخونن، واجبه برشون. چرا؟ میشوم درحم نینو، چون تفیلای مصاف روش هاشانه کیپور پر از جملات و کلمات رحمیمه که رحم هشون باقیم. و خن خیابود به تفیلات نیلا شل یوم کیپوریم. همینطور هم تفیلای نئیلا با اینکه سال یه بار میاد، آخرین تفیلای روز کیپور هنوز خانم ها طبق این عقیده واجبه برشون. چرا؟ شمربین با به بکاشد رحمیم و تحینود، چون در اون تفیلا هم همچنین بسیار کلمات و جملات تحنونیم، خواهش و رحمت درش درد شده. پس به عزت هشم بتونیم میسوامونو هر شبات به خوبی، مخصوصا تفیلای اضافه مصافی که هشم در اختیار میذاره رو به خوبی با کوانا به موقع با جماعت انجام بدیم. بارو خشم لعالم. آمین و آمین.